کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند آنچه بر ایران گذشت از قاجار تا پهلوی جلد اول نوشته فریدون قاسمی انتشارات مهری در لندن بخش هشتم سفرهای مزفردین شاه به اروپا باز هم برگرفته از کتاب آقای ابریشمی فرشاد ابریشمی چاپ 1394 مزفردین شاه مانند پدر خود مشتاق سفر به اروپا بود وی در طول ده سال سلطنت خود سه بار به اروپا سفر کرد خلاصه ای از مشخصات این سفرها که با پولهای قرض گرفته شده از روسیه انجام شد به قرار زیر می باشد. اولین سفر مزفر شاه به اروپا به بهانه تمایشگاه نمایشگاه یعنی بین المللی پاریس و استفاده از آب مدنی اروپا برای رفع مشکلات مربوط به سلامتیش حدود هفت ماه طول کشید. این سفر هنگامی انجام شد که کشور از نظر مالی با مشکلات زیادی مواجه بود. با وجود این همانطور که قبلا شرح داده شد میرزا علی از خرخان امینا سلطان برای تأمین هزینه این سفر وامی از دولت روسیه دریافت کرد. مزفر شاه در روز دوازده زیهجه 1317 24 فروردین 1279 تهران را ترک کرد در این سفر با آنکه بازدید از انگلستان در برنامه سفر شاهان منظور شده بود ولی به علت بروز اختلاف بر سر گرفتن وام از انگلستان انگلیسی ها حاضر به پذیرای رسمی از شاه نشدند و در نتیجه سفر به انگلستان از برنامه سفر شاه حذف کردید. مزفر شاه در این سفر از تهران به قزوین، منجیل، رشت، انزری و بادکوبه رفت و از کشورهای روسیه، لهستان، سوئیس، فرانسه، بلژیک، هلند، اتریش، بلغارستان، و ترکیه یعنی عثمانی دیدن کرد و در چهارم آذر 1279 خورشیدی از راه بادکوب انزلی رشت به تهران بازگشت در این سفر هنگامی که شاه در پاریس بود مورد سوء قصد قرار گرفت که شرح آن بعدا ارائه خواهد شد دومین سفر مزفر شاه حدود دو سال و چند ماه پس از آغاز سفر اول در شش فروردین 1282 خورشیدی آغاز شد و مدت آن شش ماه و 22 روز بود. وی برای درمان بیماری خیش و همچنین برای گردش و سیاحت حازم سفر شد. وی در این سفر از راه آستارا با کالسکه به باکو و از آنجا با راه آهن به مرز روسیه و اتریش رسید و از آنجا آزم پاریس شد. مزفر شاه از بندر کاله در فرانسه راهی انگلستان گردید و در روز سیزده جمادی الاول سال 1321 قمری وارد لندن شد و مورد استقبال رسمی قرار گرفت و روز بعد به دیدار ملکه انگلستان رفت و در زیافت شامی که به افتخار وی ترتیب داده شده بود شرکت کرد. آنگاه پس از چند روز اقامت در لندن و بازی در چند کارخانه اصل سازی و تماشای دیدنی های این شهر به فرانسه بازگشت و از آنجا به بروکسل، برلن، وین و ایتالیا رفت و در نهایت هنگام برگشت به استانبول رفت و از آنجا راهی ایران شد و در تاریخ 16 مهر 1282 خورشیدی وارد تهران گردید. سومین سفر مزفر دینشاد در پانزده خرداد 1282 84 خورشیدی آغاز گردید وی از طریق رشت و انزلی راهی اروپا شد و به گشت و گذار در اتریش فرانسه بلژیک و روسیه پرداخت و دوبار با امپراتور روسیه در محل ییلاقی وی واقع در ساحل دریای بالتیک دیدار کرد مظفرالدین شاه در این سفر علاوه بر گردش و آب درمانی در, در فرانسه در زیافتهای شام و نهار رفتن به تماشاخانه سیرک اوپرا موزه حضور در مجالس رقص شرکت در جشن گل بلژیک آشنایی با پیشرفت‌های جهان و غیره همه روزه به خرید از مغازه ها مشغول بود و سرانجام پس از چهار ماه و چند روز که در سفر بود در شعبان 1323 قمری وارد تهران شد و با حوادث مشروط خواهی در ایران مواجه کردید نکته قابل توجه این سفر این بود که ابتدا به مردم چنین گفته شد که شاه قصد سفر امام رضا را دارد اما وقتی همراهانش از اروپا سر در این موضوع باعث خشم مردم ایران شد البته ایشون مردم که میفرمان عده کمی که مطلع بودند وگرنه نود درصد جمعیت که در روستا بودند مسلما نه سوء قصد نافرجام به جان ناصرالدین شاه در پاریس برگرفته از کتابی که چاپ 1379 در دوره جمهوری اسلامی مزفر در اولین سفر خود به اروپا مورد سوء قصد قرار گرفت سوء قصد کننده کارگر 27 سالهی به نام سالسو بود که قصد داشت تا شاه را در یک فرصت مناسب با تپانچه به قتل برساند مزفر شاه شرح این رویداد را در سفرنامه خود در رویدادهای مربوط به پنج شنبه پنجم ربیع الاخر 1318 قمری چنین نوشته است امروز که روز ششم توقف ما در پاریس از رویداد عجیب و غریبی اتفاق افتاد یک دفعه دیدم صدای وزیر دربار بلند شده با شخصی گلاویز گردیده است نگاه به این طرف کرده دیدم شخص خبیسی پهلوی کالسکه ما ایستاده یک دستش را به کالسکه ما گرفته و در دست دیگر تپانچه دارد و سر تپانچه را روی سینه ما گذارده میخواهد آتش کند وزیر دربار در کمار جلادت و قوت بند دست او را گرفته فشار سخت داده دست این خبیس را از روی سینه ما رد کرده و سر تپانچه را به هوا نگه داشت و خودش هم برخواست میانه ما و او حائل شد که اگر خدای ناخواست تیر رها شود به ما آسیبی نرسد خودش هدف تیر شود آخر پس از کشمکش و تقلای زیاد تپانچه را ول کرده از عقب پلیسها ها که دو چرخه سوار بودند و مخصوص مواظبت حال ما همه روزه همراهند خود را رسنده یکی از آنها یقه مردک را گرفته او را روی زمین انداخته و نگاه داشت و ما با کمال قوت قلب که به فضل خدا داشتیم ابدا بیموحشت نکردیم سالتور در پاسخ پلیس از اینکه کارش ناتمام ماند اظهار تأسف کرد و گفت اگر رئیس جمهور ما استعفا میداد بهتر از این میهمانداری بود دولت فرانسه زارب را محاکمه و به حبس ابد محکوم کرد ولی او چند ماه بعد در زندان درگذشت نتایج سفرهای مزفر دینشاه به اروپا فشارهای اقتصادی بر مردم و تجار و ولخرجی های مزفر دینشاه در اروپا با بام های گرفته شده از خارج روز به روز بر نارضایتی مردم افزود. در واقع نتایج این سفرها ورشکستگی کامل اقتصاد کشور بود و بسیاری از منابع طبیعی راه و معادن کشور به بیگانگان واگذار شد. به علاوه گرانی، تورم، کمبود نان و ارزاق، تصرف املاک مردم توسط نزدیکان شاه و ظلم دولت‌های منتخب وی علیه مردم جامعه را به سطوح آورد و به طوری که بعدا شرح داده خواهد شد باعث شکل گرفتن قیام عمومی در ایران گردید منبع این نوشته جهت تلو سایت مشرق نیوزه صدارت عبدالمجید میرزا عینالدوله دوله سرانجام خرابی وضع مالی و سفرهای بیهوده و بلحوثانه شاه و حرکات خودخواهانه امین السلطان سلطان باعث اعتراض شدید مردم شد و چون همه این اوزا را از امین السلطان سلطان می در ازل وی به روحانیون تهران فشار آوردند و روحانیون از او را جدا از شاه خواستند در نتیجه مزفر شاه وی را ازل و پس از پنجمین دوره فطرت عبدالمجید میرزا این و دوله را به جای او صدر اعظم کرد این دوله در تاریخ پنج زیر عریه. 1321 قمری صدر اعظم گردید و دوران صدارتش تا هفت جمادی الاخر 1324 قمری ادامه یافت این دوله مردی مغرور، سریح، سختگیر و نسبت به مزفر شاه وفادار بود ولی حسن تدبیر نداشت به چنین این میپنداشت که با زورگویی همه ی دشواری ها را میتوان از پیش پا برداشت این دوله دست تمام اطرافیان امین سلطان را از کارها کوتاه و با دوستان او نیز با خصومت رفتار کرد پس از بازگشت شاه از سومین سفر به اروپا در چهارم شعبان 1323 قمری حوادثی مانند گرانی قند و شکر تنبیه بازرگانان محتکر تظاهرات بازاریان و مهاجرت روحانیون به حضرت عبدالعظیم روی داد که پس از نزدیک به یک ماه بس نشینی با وعده مزفر دین شاه برای تأسیس عدالتخانه پایان یافت. این دوله برای تأسیس عدالتخانه تفره می رفت و چون این می که قادر به جلوگیری از توقیان مردم خواهد بود. در ولایات نیز استبداد و حکام خشم شدید مردم را برانگیخت. در مشهد آصف و دوله دستور داد به افرادی که از ظلم و ستم و او در آستانه حضرت رضا بست نشسته بودند تیراندازی کنند در شیراز ملک منصور میرزا شعاع آو سلطنه پسر دوم شاه که فارس بود خالص سجات دولتی را به تصرف خود درآورد و به همین سبب در آن استان شورشی علیه وی برپا گردید الا دوله حاکم تهران به منظور ترساندن تجار یکی از بازرگانان به نام آقا سید هاشم را در جلو چشم مردم به چوب بست بازرگانان به سبب این اهانت در چهارده شوال 1323 قمری دکانها را بسته و در مسجد شاه اجتماع کردند دو تن از روحانیون سرشناس به نامهای سید محمد تباتبایی و سید عبدالله بهبهانی در برابر انزجار از عین و دوله با مردم همابازه شده با ایشان به مسجد شاه رفتند. آنگاه از آنجا به حضرت عبدالعظیم عظیمت کرده و در آنجا بست نشستند و آز و خطبای آزادی خواه نیز از بالای منابر داد سخن داده مردم را علیه دولت جابر عین و دوله برانگیختند. سید جمال الدین واعظ اصفهانی پدر جمالزاده و ملک المتکلمین از جمله این وعاز بودند تا این هنگام خواست مردم اصلاحات و برکناری این دوله از صدارت بود و هنوز تقاضایی برای برقراری دولت مشروطه نکرده بودند دیری نگذشت که بازرگانان و روحانیون بست نشسته در حضرت عبدالعظیم از مظفرالدین شاه درخواست کردند مجلسی به نام عدالتخانه تشکیل و اعضای آن از طرف روحانیون، تجار، مالکین و دیگر طبقات انتخاب شود و ریاست آن را شخص شاه به عهده گیرد. مظفرالدین شاه وعده داد ولی اقدامی نکرد. در نتیجه بعضی از روحانیون تهران از حضرت عبدالعظیم به قوم مهاجرت کردند. تهدید کردند که اگر شاه با درخواست ایشان موافقت نکند به کربلا و نجف جلای وطن خواهند کرد در هنگام مهاجرت علما به قوم بازرگانان دکانهای خود را بسته بودند عین دول دستور داد تا بازرگانان بازار را باز کنند و تهدید کرد که هر دکانی که بسته باشد موجودی آن قارت خواهد شد پس از صدور این دستور عدهای از بازرگانان سفیر انگلیس را در قلحک ملاقات کرده برای بسنشینی در سفارت از وی اجازه خواستند ابتدا تعداد بس نشینان که بیدرنگ به باغ سفارت بس نشستند اندک بود ولی رفته رفته بر شمار آنان افزوده شد تقاضای بس این بود که اینو دوله از کار برکنار شود و حکومت مشروط اعلام شود در نتیجه علما با احترام از قم فراخوانده شدند با اینکه علا از حکومت تهران معزول شده بود عین دوله دست از استبداد بر نمی داشت و اجرای مفاد دست خط شاه را در مورد تأسیس ادالت خانه به تعویق می انداخت. در نتیجه ملت نه فقط ازل این دوله را خواستار شد بلکه برای خاتمه دادن به حکومت استبدادی درخواست مشروطیت و تأسیس دار و شورای ملی کرد سرانجام شاه ناچار شد که اینو دوله را در تاریخ جمادی آخر 1324 قمری از مقام صدارت ازل کند دوستان گرامی در ارتباط با مسئله مشروطیت که ایشون اینجا ذکر فرمودند به کتاب رگ تاک مراجعه بفرمایید که در اونجا اینکه چرا روحانیان طرف مشروطه رو گرفتن تا یه حدی تشریح شده و همچنین به خاطرات حاج سیاه که اگر خوب به خاطرم مونده باشه ایشون میگن که ما برای ادالت خونه رفته بودیم به سفارت و بس نشسته بودیم سفیر انگلیس اومد و گفت که آقایون چه خواسته ای دارند که ما درباریان خواسته با دولت مذاکره کنیم همه گفتند ادالت خانه ایشون گفتن منظورتون همون مشروط هست دیگه همه گفتن بله بله بعد بله از همدیگه میپرسیدن که این مشروط چی هست صدارت میرزا نصر الله خان مشیر و نائینی با توجه به مخالفت مردم و علما با این دوله مزفر دین شاه ازل کرد و میرزا نصر الله خان مشیر و نائینی را به صدارت برگمارد میرزا نصرالله خان زندانیان سیاسی را آزاد کرد و فرمان مشروطیت را از مزفر شاه گرفت و پس از درگذشت وی در 24 زیغعده 1324 قمری به صدارت محمد علی شاه رسید. اعطای امتیازات به کشورهای خارجی در دوران مزفر شاه امتیازاتی به خارجیان داده شد که پاره از آنها به قرار زیر بود. امتیاز اکتشاف و بحر برداری از معادن قراچه به کشور روسیه امتیاز انحصاری و دائمی اکتشافات باستانشناسی شناسی در سراسر ایران به کشور فرانسه امتیاز اکتشاف و بحر برداری از منابع نفت به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی شرح مختصر این امتیازات در زیر ارائه شده امتیاز اکتشاف و بهره برداری از معادن قراچداغ به روسیه برگرفته از رمزانی کتابی که در 1387 در جمهوری سامی چاپ شده اکتشاف و بهره برداری از معادن قراچداغ در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار مورد توجه انگلیسی ها قرار گرفت و گروهی از کارشناسان آن کشور تحقیقات وسیعی را در این منطقه آغاز و وجود سنگ آهن را تأیید کردند. بعدها در عصر محمد شاه قاجار کارشناس انگلیسی دیگری به فعالیت در این معادن پرداخت ولی فعالیت وی چندان موثر واقع نشد. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار امیر کبیر توجه خاصی به این معادن پیدا کرد و توانست مقداری از آهن مورد نیاز صنایع توپسازی ارتش را استخراج کند. ولی ماجرای قتل وی این کار را با رکود مواجه کرد. هنگامی که میرزا حسین خان سپه سالات به صدارت رسید، امتیاز اکتشاف و استخراج همه معادن ایران را به رویتر انگلیسی واگذار کرد، ولی به دلیل مخالفت های داخلی و خارجی این امتیاز لغو شد و کار خاصی در خصوص معادن قراچه صورت نگرفت. سرانجام در دوران سلطنت مزفر شاه قاجار میرزا علی از خرخان امین السلطان در سال 1316 قمری بربرداری از معادن قرش داغ را در قالب یک قرارداد 16 ماده ای برای مدت 70 سال به یک شرکت روسی به نمایندگی یک مهندس روسی به نام نیکولا کرماکوف واگذار کرد. خلاصی مفاد این امتیاز در پیوست فلان ارائه شده گرچه کارهای اکتشافی و بهرهبرداری معادن این منطقه پیشرفت کرده بود ولی با امضای پیمان مبدت ایران و شوروی در هفته جمادی الاخر 1339 قمری این امتیاز لغو گردید امتیاز انحصار دائم اکتشافات باستانشناسی در سراسر سر ایران به کشور فرانسه منبع باز کتابی چاپ شده بعد از انقلاب سال 1395 مارسل آگوست دیولافو و همسرش جین دیالافو در سال 1298 قمری 1881 میلادی برای اولین بار از راه قفقاز وارد ایران شدند و با گذشتن از تبریز و قزوین به تهران رسیدند و به کمک دکتر تولزان پزشک فرانسوی ناصر شاه به حضور وی آب شدند. آنان طی این سفر با گذر از ساوه قوم کاشان اسفهان به سوی شیراز رفتند و در راه از پاسارگاد و تخت جمشید دیدن کردند. آنگاه از شیراز ره سپار فیروز آباد شدند و پس از آن از راه بندر بوشهر به بسره رفتند و پس از دیدار از بغداد و آثار باستانی جنوب عراق به ایران بازگشتند و به تماشای شوش و شوشتر پرداختند آنها در این سفر از تلها و تپه های باستانی شوش دیدن کردند و چون این تشخیص دادند که این تپه ها باید گنجینه های ارزشمندی را در داشته باشند لذا در بازگشت به فرانسه توانستند مدیران موزه لوور را متقاعد کنند تا هزینه اکتشاف این تپه را به عهده بگیرد به این ترتیب نخستین حیات باستان باستانشناسی فرانسه در سال 1884 میلادی به سرپرستی دیو لافوا با هدف انجام یک سلسله حفاری در منطقه باستانی شوش وارد ایران شدند و بر اساس قراردادی که بین دولت ایران و فرانسه بسته شده بود کار خود را آغاز کردند. حضور هیئت باستانشناسی فرانسه در شوش موجب ایجاد سوء در مردم محلی و اشایر منطقه گردید مردم بر این باور بودند که فرانسویان با انجام کابوش های خود قصد تعرض به اماکن مقدسه و به خصوص بقعه دانیال نبی را دارند از این رو با عملیات کابوش مخالفت کردند در نتیجه ناصر شاه دستور قطع عملیات را داد. پس از آن با میانجیگری کاردار سفارت فرانسه در تهران گروه فرانسوی مجموعی از شرایط جدید را قبول کرد و با موافقت ناصر شاه کارها از سر گرفته شدند. پس از پایان عملیات اکتشافی در سال 1885 میلادی هیئت فرانسوی برخلاف آنکه مقرر شده بود که اشیا و آثار فلزی طلا و نقره به ایران تحویل داده شود و دیگر آثار میان کاوشگران فرانسوی و دولت ایران تقسیم شود با دادن رشوه و وعده و وعید به حکام محلی تمام اشیاء مکشوفه را با خود به فرانسه بردند متاسفانه اعتراض شدید و لحن ایران به این تخلف به جایی نرسید و با دعوت ناصرالدین شاه به فرانسه و پذیرش فوری این دعوت از سوی وی عملا این اعتراض مسکوت ماند به این ترتیب گنجینه بینظیری از میراث ملی ایران به تصاحب فرانسویان درآمد و دیولافوا به پاس این خدمت در 20 اکتبر 1886 میلادی به دریافت بالاترین نشان فرانسوی به نام لژیون دونور مفتخر گردید چندین سال بعد امتیاز اکتشاف آثار باستانی ایران در شوش به فرانسه داده شد و سند مربوطه در 11 مه 1895 میلادی در ازای اهدای ده هزار تومان به ناصر شاه به امضای وی صدر اعظم ایران و سفیر وقت فرانسه در ایران رسید. حدود پنج سال پس از قتل ناصر شاه ژاک دو مورگان سرپرست هیئت باستانشناسی فرانسه در ایران با استفاده از سفر مزفر شاه در سال 1900 میلادی به پاریس موقعیت را برای ادامی کردن و تکمیل قرارداد 1895 میلادی به نفع کشور خود مختنم شمرد و قرارداد انحصار دائم حفریات و آثار باستانی در سراسر سر ایران را در تاریخ 11 اوت 1900 میلادی در پاریس به امضاع مزفر شاه و وزیر امور خارجی فرانسه رساند. هدف اصلی اکتشافات فرانسویان در ایران حوزه باستانی شوش و یافتن آثار تمدن ایلام بود. از این رو در طول سالهای عملیات اکتشافی فرانسویان در ایران شوش همواره محور و مرکز فعالیت آنان محسوب می شد. در مورد این که هیئت فرانسوی چه مقدار اشیاء و آثار تاریخی اعم از لوح مجسمه زیورالات ستون مهر پارچه ظروف های مرمر برنز طلا نقره و سایر اشیاء را از ایران خارج کردند کسی جز خود آنان به درستی نمیداند تنها میتوان بر اساس برخی شهادتها و گزارشها و اسناد رسمی فرانسویان رقم بیش از 500 صندوق با محتوای بیش از پنج هزار قطعه اشیاء باستانی را ذکر کرد ماموران دولت ایران در هیئت های باستان فرانسوی و برخی افراد روشنفکر و وطن پرست بارها نسبت به قارتگری های فرانسویان و آثار زیانبار قراردادهای اعطای امتیاز انحصار حفریات اشیاء باستانی وان با آن کشور به مقامات مربوط ایران هشدار داده بودند اما توجهی به این هشدارها و اعتراضات نمیشد. تا اینکه در اواخر 1302 خورشیدی هیئت دولت کمیسیونی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد و سرانجام در 25 مهر ماه 1306 خورشیدی در اول سلطنت رضاشاه پهلوی قرار داد القای اکتشافات باستانشناسی بین ایران و فرانسه در تهران به امضای نمایندگان دو کشور رسید به این ترتیب با لغو انحصار فرانسویان گامی بزرگ و مؤثر در جهت حفظ و نگهداری آثار باستانی ایران و جلوگیری از خروج آنها برداشته شد. امتیاز اکتشاف و بحر برداری از منابع نفت به ویلیام ناکس دارسی دولت ایران در 1901 میلادی و یا پنج سال قبل از برقراری مشروطیت امتیاز اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفت در سراسر سر کشور به جز پنج استان شمالی مجاور با روسیه را به ویلیام ناکستارسی برای مدت 60 سال واگذار کرد این امتیازنامه مشتمل بر 18 ماده بود پس از اعطای این امتیاز نفت در ایران در 26 مه 1908 میلادی یعنی 5 خرداد 1287 خورشیدی در مسجد سلیمان نفت کشف گردید و با این اکتشاف نام ایران به عنوان خواستگاه نخست صنعت نفت خاورمیانه ثبت شد و فصل جدیدی در تاریخ ژئوپلیتیک و اقتصادی خاورمیانه گشوده شد پیش زمینهای های انقلاب مشروطه حکومتی را که آقا محمد خان قاجار با جنگ و ستیز و اجرای سیاست های خشن تشکیل داد در زمان فتلی شاه مورد شناسایی رسمی کشورهای دیگر قرار گرفت و در عصر ناصر دین شاه به کمال استبداد نزدیک شد. از طرف دیگر از زمان فتحالی شاه به بعد بر اثر برقراری روابط با دول اروپایی و انتشار اخبار انقلاب کبیر فرانسه در ایران به تدریج افکار و عقاید سیاسی در ایران ظهور کرده و محیط اجتماعی برای رشد و نمو و افکار تازه آماده شد. امیر کبیر در بیداری ایرانیان و متوجه ساختن طبقات باسواد و ممتاز ایران به معایب و مفاسد اجتماعی و انحرافات سیاسی آن اصر به سهم خود خدمت بزرگی انجام داد. سالها پس از وی رویدادهای دیگری مانند تأسیس مدارس نوین، ظهور مردان بزرگ وطندوست و آزادی خواه و انتشار روزنامه های درون مرزی و برون مرزی در انتشار افکار نوین آزادی خواهی نقش مهمی ایفا کردند. شرح مختصر این موارد در زیر آمده است. به نوشته کس روی این منبع قابل اعتمادی. در زمینی تأسیس مدارس نوین در ایران، حاج و حسن رشدیه به عنوان پیشگام شناخته می شود. وی که یکی از ملازادگان تبریز بود به بیروت رفت و در آنجا دبستانها را دید و شیوه آموزگاری آنها را یاد گرفت و چون به تبریز بازگشت در 1267 خورشیدی در دوران سلطنت ناصر شاه دبستانی را به نام مدرسه رشدیه در محل یکی از مساجد آن روز تبریز تأسیس کرد وی ای در این مدرسه الفبا بارو به شیوه آسان و نوین به دانش آموزان تعلیم می و برای این کار از کتاب های آسان درس فارسی استفاده می کرد. گرچه رشدیه در این مدرسه چیزی از دانشهای نوین تعلیم نمی داد. ملایان به دستاویز آنکه وی الف بارو تغییر داده و برای تعلیم آن راه نوینی در پیش گرفته ناخشنود شدند و وی را از مسجد بیرون رانده و مدرسه اش را تعطیل کردند. میرز حسن رشدی چند سالی از جایی به جایی میرفت و در هر جایی که میرفت با دشمنی ملاها روبرو می شد. سرانجام وی حیات مسجد شیخ الاسلام را که مدرسه کهنه ای بود گرفت و با پول خود اتاقای پاکیزه ای ساخت و آنجا را تبدیل به دبستان کرد و برای آن نیمکت تخت سیاه، و دیگر چیزهایی که مورد لزوم بود تهیه کرده در اینجا نیست چون ملایان ناخشنود بودند روزی طلبه ها به مدرسه ریختند و همه نیمکت ها و تخته ها را در هم شکستند و دبستان را بر هم زدند پس از این رویداد میرزا حسن رشدی در تبریز نماند و به قفقاز و مصر رفت تا زمانی که محمد علی خان امین الدوله به والیگری آذربایجان رسید در آنجا ماند امین و دوله پس از اطلاع از سرنوشت مدرسه رشدیه با ارسال تلگراف رشدیه را به تبریز خواست و با دست او دوباره دبستان باشکوهی در شش کلان بنیاد گذاشته شد که به شاگردان لباس و نهار هم داده میشد و تمام مخارج مدرسه را امین و دوله پرداخت می کرد. پس از رفتن امین و دوله به تهران امین دوله در سال 1276 خورشیدی در اوایل سلطنت مزفر شاه رشدیه را به تهران خواست تا در آنجا مدرسه مشابهی تأسیس کند از این رو میرزا حسن رشدیه برادر خود را به مدیریت مدرسه یا رشدیه تبریز گماشت و خود برای تأسیس مدرسه جدید به تهران رفت راهی را که رشدیه برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران آغاز کرده بود توسط دیگران ادامه یافت از جمله یحیی دولت بیش از سایرین در تأسیس مدارس جدید کوشش کرده و سی سال عمر خود را و بخش مهمی از ثروتی را که داشت در این راه به مصرف رساند به این ترتیب در اندک مدتی صدها مدرسه در تهران و شهرستانها به سبک تازه تأسیس شد این بخش اخیر برگرفته از ملک زاده تاریخ انقلاب مشروطیت ایران چاپ 1383 در جمهوری اسلامی بود در زمین نشر افکار نوین آزادی خواهی بدون هیچ ترتیب خاصی میتوان از افرادی چون میرزا ملکم خان نازم الدوله سید جمال دین اصدابادی میرزا رزا کرمانی سید جمال الدین واعظ اصفهانی پدر جمال زاده میرزا آقا خانه کرمانی شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر الملک ملک المتکلمین سید محمد طباطبایی سید عبدالله بهبهانی عبدالرحیم طالبوف ستار خان باقر خان و یپرم خان نام برد بعضی از این کسانی که نام برده شده بهایی بودند سید جمال الدین طرفدار آزادی و اتحاد مسلمین در تمام کشورهای اسلامی بود و در استانبول فعالیت می کرد. ولی فعالیت وی به جایی نرسید. میرز آقاخان کرمانی، خبیرالملک و شیخ احمد روحی در ترکیه در تبعید به سر می بردند و به طوری که در پیوست چهار پنج شهر داده شد آنها را به اتهام فعالیت علیه حکومت ایران دستگیر و در مرز تحویل مقامات ایرانی دادند سپس آنان را به تبریز منتقل کرده و به فرمان محمد علی میرزای ولی به وضع فجیعی به قطر رساندند تأسیس روزنامه های درون مرزی و برون مرزی قدم سازنده و مهم دیگری بود که در راه گسترش افکار آزادی خواهی برداشته شد در این زمینه می توان از روزنامه های متعددی همچون سور اسرافیل در تهران، الجمال در تهران، ندای وطن، حبل المتین در تهران و رشت، اختر در استانبول، قانون در لندن، حبل المتین در کلکته، سریا در قاهره و پرورش در قاهره نام برد. علاوه بر موضوعاتی که در این بخش به آنها اشاره شد، موضوعات دیگری مانند دادن امتیاز به کشورهای خارجی و وام گرفتن مکرر از روسیه برای سفرهای پرهزینه و بیحاصل ناصر شاه و مزفر شاه خشم مردم را برانگیخت و راه را برای انقلاب مشروطیت هموار ساخت. در این راه اتفاقات دیگری نیز رخ داد که منجر به انقلاب مشروطیت کردید. شرح این موضوعات در بخش زیر ارائه می شود. منبع تاریخچه انقلاب مشروط عزیزان از کتاب آقای احمد کسروی نیست بلکه از کتاب ملک زاده چاپ شده در 1383 می باشد تشکیل کمیته انقلاب در آغاز آزادی خواهان و متفکرین جامعه ایران احساس کرده بودند که مقتضیات سیاسی و اجتماعی ضعف و فساد دستگاه دولت افراد در ظلم و بیدادگری نفوذ روزافزون جانب در تمام شئون ملی عدم رضایت عمومی و بیدار شدن عده زیادی از مردمان علاقمند به سعادت کشور زمینه را برای انقلاب و تغییر اوضاع مستعد کرده و موقع آن رسیده است که از مرحله حرف گذشته و وارد عمل شد و با تغییر رژیم ایران نوینی ایجاد کرد و شاهد حکومت مردم بر مردم شد و جسارتن ارز کنم که خود ایشون قبلا در صفات پیشین گفته بودند که تعداد روشنندیشان و روشنفکران فکران و تعداد انگشتان دست بود و مردم تحت کنترل روحانیون بودند و اینکه روحانیون در ایران ایران نوین بخوان و شاهد حکومت مردم بر مردم بشوند یه سر برای بند جای سواله در آن زمان مجلس کوچک و مخفیانه ای از آزادی خواهان در مرکز و شهرهای بزرگ تشکیل میشد. ولی از سرس معموران دولت و جاسوسان جرأت عرض وجود نداشتند در آن دوری وحشت و استبداد پیشوایان نهست آزادی خواهی قبل از دست زدن به هر اقدامی لازم دانستند که دست به آزمایش و امتحان مدعیان آزادی خواهی بزنند از این رو در میان صد نفر در حدود شست و چند نفر را که به استقامت رأی و ایمان به آزادی سرنگهداری و تاب و توان تحمل فشار را داشتند انتخاب کردند و پس از آنکه مقصود و منظور خود را با هر یک به طور جداگانه در میان نهادند از آنها اطمینان کامل حاصل کردند مسمم شدند که برای رسمی کردن مسلک و مرام خود یک کنگره عمومی تشکیل دهند. سرانجام پس از مشورت های زیاد تصمیم گرفتند تا اولین جلسه خود را در عصر روز شش خرداد 1283 خورشیدی در باغ میرزا سلیمان خان میکده که در خیابان گمرک و محل کم جمعیتی بود برگزار کنند و به مدعوین گوش زد کردند که با کمال احتیاط یکی یکی وارد باغ شوند و نامونشانی خود را در دفتری که در بالای آن برای توسعه معارف نوشته شده بود وارد کنند در مجموع پنجاه و چهار نفر از جمله ملک المتکلمین سید جمال الدین واعظ یحیی دولت آبادی، سلیمان خان میکده، حاج سیاه در این جلسه شرکت کردند. آنگاه هر یک از شرکت کنندگان به قرآن و پرچم ایران سوگند یاد کردند که در کتمان اسرار جمعیت استوار باشند و یک دل و یک جان در راه به دست آوردن قانون و عدالت و برهم زدن دستگاه ظلم و بیدادگری کوشش کنند. در این جلسه ملک المتکلمین چنین گفت ما سالهاست که در این امر مهم که مقصد و منظور همه ماست مطالعه و دقت کرده ایم و برای پیدا کردن راه و چاره اندیشه ها کرده ایم و مطالعات ما به این نتیجه که یک حقیقت مسلمه است رسیده که هر قدر مردان خیرخواه و روشنفکر فکر به نیروی معنوی و ایمان مجهز باشند بدون به دست آوردن قدرت و قوت در هیچ کاری کامیاب نمی شوند که انبیا و پیغمبران که برگزیدگان پروردگار بودند تا قدرت و نیرو به دست نیاوردند به توسعه و نشر احکام الهی نائل نشدند در این مملکت نفرین شده مردم همه در خواب قفلت و بیخبری هستند و زیر بار ظلم جان می و این تحمل ظلم را زندگی عادی و طبیعی می دانند. و چون ظلمی به آنها می شود دل خود را به این خوش می کنند که بگویند خداوند این طور مقدر فرموده اختیار زمام این مردم جاهل در دست حکومت و روحانیون است و آلت بدون اراده آن دو مقام هستند و فعلا از طبقه عوام برای منظوری که در پیش گرفته این کاری ساخته نیست قدرت در این مملکت به دست دو طبقه است یکی دولتی ها و دیگر روحانیون و تا حال این دو طبقه به واسطه سازشی که با هم دارند در مملکت حکومت می کنند. ما با تفکر و تعقل و مطالعه زیاد به این نتیجه رسیده ایم که چون هدف ما حق و حقیقت است و خیر دنیا و آخرت و نجات وطن و سعادت ملت در آن است باید به تمام وسایل ممکنه برای رسیدن به این منظور متوسل شویم و طبقه ای را که افکار و منافعشان با ما نزدیکتر است جمع کرده و بر نیروی خود بیفزاییم و با سعی و کوشش از راه تبلیغ افکار و نشر عقاید و نشان دادن مفاسد استبداد و برملا کردن اعمال جابران نهزتی برپا کنیم آنگاه چند نفر دیگر از هزار سخنرانی ایراد کردند و پس از آن قطع نامه ای که در هجده ماده تنظیم شده بود قرائت و به تصویب رسید پاره ای از مواد این قط نامه به قرار زیر بود اول اشخاص متنفذ و پاکنیت را در جرگه آزادی خواهان وارد کنیم دوم از اختلاف و دو دستگی میان پیروان عین و دوله و طرفداران میرزا علی از خرخان حد اکثر استفاده را برای پیشرفت منظوری که داریم ببریم. پنجم با حوزه علمیه نجف ارتباط پیدا کرده و مفاسد دستگاه کنونی و مخاطراتی که برای مملکت در پیش است به آنها خاطر نشان کنیم. هفتم در میان روحانیون متنفذ تهران با آنهایی که جسارت و شجاعت دارند بدون اینکه از منظور ما آگاه شوند همکاری کنیم نهم کلیه افراد این جمعیت موظفند با تمام وسایل ممکنه در روشن کردن افکار مردم و بست معارف کوشش کنند و مخاطرات و معایب حکومت استبدادی و منافع بست قانون را به مردم بفهمانند دهم نویسندگان این جمعیت موظفند مقالاتی چند از اوضاع ایران و مفاسد دستگاه حاکم نگاشته به جراید مهم دنیا مخصوصا روزنامه هایی که در مملکت آزاد منتشر می شود بفرستند یازدهم رفقا مکلفند دستگاه ژلاتین تهیه کرده شبنامه های مهیج در میان مردم منتشر کنند و آسایشی را که ملل متمدن در پرتو قانون دارند گوش زد کرده و از ترقیات کشورهایی که دارای حکومت ملی هستند سخن بگویند چهاردهم برای اینکه از اول دچار حمله مخالفین و مستبدین و ملاها نشویم رفقا باید تمام مطالبی را که به وسایل مختلف منتشر می کنند، با احکام اسلام مطابق کنند و چیزی که هر به تکفیر به دست بدخواهان بدهد ننویسند. هجده هم ما باید با آزادی خواهان مملکت و کسانی که در خارج هستند رابطه پیدا کرده و آنان را به هم فکری با خود و قیام بر ضد ظالمین تشویق کنیم. آنگاه دی از رهبران اظهار داشتند که چون تشکیل مجمع عمومی هر هفته خالی از خطر نیست و بدون تردید از طرف جاسوسان کشف خواهد شد بهتر آن است که نه نفر از میان خود برای سرپرستی و اداره کردن جمعیت انتخاب کنیم تا آنان هر طور که صلاح بدانند برای پیشرفت مقصودی که منظور همه ماست اقدام کنند در نتیجه نه نفر به شرح زیر به اتفاق آرا انتخاب شدند ملک المتکلمین سید جمال دین واعز، سید محمد رضا مساوات سید اسدالله خرقانی شیخ رئیس ابوالحسن میرزا آقا میرزا محسن برادر صدرالعلما میرزا سلیمان خان میکده یحیی دولت آبادی و میرزا محمد علی خان نصرت و سلطان کمیته انقلاب پس از خاتمه جلسه عمومی که در بالا بدان اشاره شد شروع به کار کرد و اولین جلسه خود را در منزل شیخ مهدی شریف کاشانی 80 ساله که در یکی از محله های دور افتاده شهر قرار داشت و از نظر جاسوسان دور بود تشکیل دادند مخالفت با جوزف ناز من دیگه سال چاپ منو بر خدمتون عرضه می کنم اگر منبعی مربوط به دوری قبل از 57 بود حتما اون رو خدمتون خواهم گفت در زمان مزفر شاه تصمیم گرفته شد تا گمرکات را به سبک کشورهای اروپایی اداره کنند. از این رو گمرکات شهرستانها را منحل کرده و در سرحدات و بنادر گمرک ایجاد کردند. آنگاه در دوران صدارت میرزا علی خان امین و دوله جوزف ناز را برای ریاست گمرک استخدام کردند و وی در 25 اسفند 1276 خورشیدی وارد تهران شد. باز سلطان که از هواخان روسیه بود به معاونت نوز انتخاب گردید و ادهی از افراد مورد اعتماد سفارتخانه های روس و انگلیس عهدهدار مقامات مهم گمرکی ایران شدند. چون گمرکات جدید برخلاف سایر ادالت مالی ایران آیدات منظم و قابل توجهی پیدا کرد. و حقوق کافی و منظم به مستخدمین خود میداد برای کسانی که میخواستند از خزانه دولت استفاده کنند محلی نقد و پابرجا بود پس از چندی گمرکات ایران اهمیت بسیار پیدا کرد و رئیس بلژیکی آن در ردیف موثرترین رجال دولت ایران جای گرفت و همه درباریان به وی تملق میگفتند و خارجی ها با او سر و سری سر داشتند در آن زمان حقوق و مزایای اکثر مستخدمین دولت حواله ولایات میشد و وصول آن با اشکالات زیادی روبرو می گردید. در نتیجه کسانی که در دستگاه دولت اعتباری نداشتند و با حکام ولایت نزدیک نبودند حواله های خود را به قیمت نصف و یا یک سوم به متصدیان امور مالی و دلال های دولتی می فروختند. به این جهت همه حقوق بگیرها کوشش می کردند که در اداره گمرک راهی پیدا کنند و با رئیس بلژیکی آن آشنا شوند تا بتوانند مواجب خود را نقد و بدون واسطه کسی از خزانه گمرک دریافت کنند. این موضوعات سبب زیاد شدن نفوذ مشو نوز شده بود و او را در ردیف وزیر و مسادر امور جای داده بود. عاقبت مسیونوز به مقام وزارت ارتقا یافت و یک معاهده حیرت در مورد حقوق گمرکی بین ایران و روسیه منعقد کرد که سراسر آن به نفع روسیه و به ضرر دولت ایران بود این عمل ناروای وی موجب خشم مردمان روشنفکر و وطن پرست شد و کینه او را در دل گرفتم و منتظر فرصت بودند که او را از کار برکنار کنند. همه سال اروپایی که در تهران بودند مجلس جشنی ترتیب میدادند و در آن مردان زنان اروپایی و جمعی از ایرانی های فرنگی معاب شرکت می جستند. در این جشن همانطور که در اروپا مرسوم بود هر یک از شرکت کنندگان بر طبق زوغ و سلیقه خود لباس مخصوصی تهیه کرده و بر تن می به عنوان مثال، بعضیها لباس ایلات و اشایر، بعضی لباس بازرگان و عدی دیگر لباس درویشی میپوشیدند. در جشنی که در آن سال برپا گردید، نوز لباس روحانیون ایران را دربر کرده بود. امامه بزرگی بر سر و عبایی به سبک علما بر تن و شالی بر کمر بسته بود، عکسهایی هم به رسم یادگار در این جشن گرفته شد که به بیرون درس کرد برخلاف سالهای پیشین که کمتر توجهی به این امور نمیشد در آن سال چون زمینه انقلاب فراهم شده بود و مردم از تعدیات دولت به جان آمده و منتظر بهانه و فرصتی بودند که سر و صدایی بلند کنند و بر ضد دولت مستبد قیام کنند انتشار این عکس در محرم سال 1323 قمری چون بمب در میان روحانیون مخالف با دولت صدا کرد و هیجان و هیاهوی بی در تهران برپا شد. سید عبدالله بهبهانی که از مخالفین سرشناس عین الدوله بود از انتشار این عکس ها استفاده کرد و در حضور هزارها نفر بالای منبر رفت و ملبس شدن نوز مسیحی را به لباس روحانیت توهیم به مقام مقدس اسلام تعبیر کرد و اخراج و تنبیه او را از دولت خواستار شد وی با کنایه به همه فهماند که این بی احترامی به دین و آین مردم نتیجه صدارت و زمامداری عین دوله است سرانجام این موضوع بی اهمیت جنبه قیام عمومی به خود گرفت و مجالس و محافلی چند علیه زمامداران وقت برپا شد و خطابه های از طرف واعزین و روحانیون در ترد رئیس گمرک و شکایت از زمامداران وقتی ایراد گشت اما عین و دول به این حیاهو نکرد بلکه روز و روز بر اقتدار نوز افزود و برای آنکه دست قیام کنندگان به شاه نرسد مزفر شاه را به اسم معالجه روانه اروپا کرد و به این ترتیب تا برگشتن شاه از اروپا مخالفین تا حدودی آرام نشستند.